گوگل نوعی هوش مصنوعی ابداع کرده که می‌تواند بیماری‌های مانند سل و انسداد ریه را از طریق صدای سرفه تشخیص دهد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. در حال حاضر محققان به HEAR دسترسی دارند که با 300 میلیون داده صوتی متنوع و شناسایی نشده و همچنین 100 میلیون صدای سرفه آموزش دیده است. گوگل محصولات صوتی سلامت HEAR را امسال معرفی کرد. این نمونه صوتی زیستی می تواند الگوهای صوتی را برای بررسی میزان سلامت تجزیه و تحلیل کند. به گزارش ایندیا اکسپرس، سالکی تکنولوژیز، شرکت بهداشت و سلامت ریه مستقر در هند، ابزاری با هوش مصنوعی اسواسا ابداع کرده است که می تواند از طریق صدای سرفه میزان سلامت ریه را ارزیابی کند. طرح جدید قصد دارد با ادغام HEAR و اسواسا قابلیت آنها را در تشخیص زود هنگام بیماری سل تقویت کند. بر اساس این گزارش هر فرد مبتلا به سل که جانش را از دست می دهد حادثه ای اندوه بار رخ می دهد، اما نشانگرهای زیستی صوتی می توانند این روایت را تغییر بدهند. سوجای کاکارمات، مدیر تولید بخش تحقیقات گوگل که روی HEAR کار می کند می گوید از نقش موثری که HEAR در مسیر این تحول دارد حقیقتاً بسیار خوشحالم. در حال حاضر محققان به HEAR دسترسی دارند که با 300 میلیون داده صوتی متنوع و شناسایی نشده و همچنین 100 میلیون صدای سرفه آموزش دیده است. با آنکه سل درمان پذیر است، اما بسیاری درمانش را به دلیل دسترسی محدود به مراقبت‌های بهداشت و سلامت مغروم به صرف نمی‌دانند. اما اسپاسا که از یادگیری ماشینی بهره می‌برد، می‌تواند روش‌های ایمن‌تر و مغروم به صرفه‌تری ارائه کند. گوگل همچنین از طریق همکاری با سازمان‌هایی مانند سل را متوقف کنید، کارشناسان و جوامع آسیب دیده را گرد هم می آورد تا به هدف پایان دادن به بیماری سل تا سال 2030 جامعه عمل بپوشاند. از دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر مصباح سلام و عرض ادب. آقای دکتر، به نظر شما آیا این پدید از نظر علمی تایید شده هست و تا چه حد امکان عملی شدن آن وجود داره؟ بفرمایید. آقای دکتر مصباح. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سوال بنده رو متوجه شدین؟ ببخشین، بفرمایید، من متوجه نشدم. بله، یک مرتبه دیگه. به نظر شما آی دکتر، به نظر شما یا این پدیده از نظر علمی تایید شده هست و تا چه حد امکان عملی شدن آن وجود داره؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون امام حسین علیه السلام. ممنونم. این خبر، این گزارش، یک گزارش بسیار جالب و شگفت‌انگیز هست، یک ابداع جدید هست و در حوزه سلامت کاملا بی سابقه هست و نوید بخش بسیار خوبی هست در این حوزه. خدمتان عرض برسانم که سرفه در بیماری، در هر بیماری از بیماری‌های مجاری تنفسی به عنوان یک کلیدی بسیار مهم مطرح هست. البته به تنهایی نخیر، تا هنوز برای تشخیص هر بیماری و خصوصا بیماری های که در سرفه قرار داره، نمیتونه سرفه به تنهایی تشخیص کننده باشه، بلکه هر تشخیص بر 3 تا پایه استوار هست: پایه تاریخچه، پایه کلینیک مریض و آزمایش هایی که انجام میشه. این خیلی اهمیت داره. این که هوش مصنوعی این قدرت را داره که
میتونه فقط با شنیدن صدای سرفه مریض مصاب و درگیر و توبرکولوز و سل هست و یا انسداد ریه این کار را انجام بده. خب از نظر علمی بله ممکن هست، اما بسیار پدیده شگفت انگیز است برای ما. مایی که در حوزه سلامت برای تشخیص بیماری ها از کمک کننده های فراوان استفاده میکنیم، مدد میجوییم. بله آقای دکتر، این روش از لحاظ درمانی تا چه حد میتونه به درمان این نوع بیماری کمک کنه و همچنین از نظر اقتصادی تا چه حد به صرف است؟ خب اگر واقعا این ابداع اثبات بشه و بتانه بدون توجه و بدون استمدادی از پایه های دیگر تشخیصی ما را به تشخیص توبرکولوز و به تشخیص انسداد ریه برسانه، بله بسیار کمک کننده هست، چون هم درمان انسداد ریه و هم درمان توبرکولوز هم زمان بر هست و هم هزینه بردار هست. زمان فراوان نیاز هست برای تشخیص و درمان این. خب حتما بسیار کمک کننده هست و یک انقلابی در حوزه درمان به حساب می آید. بله ممنونم از همراهیتون. با تشکر از دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.